عالمیان، بینندگان عزیز صدای توران سلام و درود. من سحر مرادی، عضو مؤسس صدای توران، برای مدت 30 دقیقه با برنامه بینش و آنالیز در خدمت شما خواهم بود. امروز می خواهم بدون مقدمه مهمان برنامه را برای شما معرفی بکنم. آقای سعید درویش، یکی از فعالین مدنی، اجتماعی و سیاسی افغانستان از ایالات متحده آمریکا با ما هستند. آقای سعید درویش، سلام مجدد و به برنامه بینش و آنالیز صدای توران خوش آمدید. تشکر سحر جان. جناب درویش، همان شکلی که در شبکه‌های اجتماعی با بینش و دیدگاه سیاسی تان به صورت جدی مسائل کشور را مطرح میکنید، میخواهم نظر شما را در مورد ترکیب کنونی گروه طالبان بدانم. آیا گروه طالبان یک ترکیب قومی هست یا اینکه ایدئولوژیک؟ تشکر سحر جان. ببینید، طالبان ممزوجی از هر دو پدیده هستند. یک گروه قومی که روپوش ایدئولوژی را باید یک میکشند. طالبان در ابتدای پیدایششان یک گروه کوچک قومی بود که شما همگی ما با تاریخچه از او آشنایی داریم، و بعدها چون دایه از اینا بزرگتر شد و مشکلات داخلیشان بیشتر شد، تنها چیزی را که میتونستن توسط از او بالای مردم افغانستان اعمال فشار بکنن و خود را به دنیا به عنوان یک گروه تروریستی تمام عیار معرفی بکنن، استفاده از ایدئولوژی بود. البته جا داره که در قسمت ایدئولوژی که طالبا در محور از او هم فکر شدن یک کمک صحبت بکنم، که وقتی که ایدئولوژی میگیم، مفهوم ایدئولوژی اساساً بعض تفکراتی است که انسان‌ها را به همدیگه وصل می‌کنند. این تفکرات امکان داره که مذهبی باشه، امکان داره که غیر مذهبی باشه. آنچه را که طالبا به عنوان مذهب مطرح می‌کنند و از او از به عنوان یک حربه به خاطر رسیدن به اهدافشان استفاده می‌کنند، متأسفانه مغایر تمام شؤونات اسلامی ما شماست. در اصل وقتی که میگیم ایدئولوژی طالبانی، این به خصوص یک راه خط مشخص دیگه ای را بر ما معرفی میکنه که او مختص خود طالبان است، که برگرفته از شؤونات قبیله و برگرفته از عنعنات قبیلوی خودشان است که او را روپوش اسلامی به او دادن. ببینین، ایدئولوژی طالبان در تضاد است با ایدئولوژی که اسلام به ما معرفی میکنند. اونا یک ایدئولوژی به خاطر رسیدن به قدرت دارند که از هر راه ممکن از استفاده میکنند تا به قدرت برسند. پرسش دوم، طالبان با شعارهای میانتهی و عقیدتی توانستن از اقوام غیر پشتون نیز سربازگیری کنند. آیا افرادی که فعلا به خاطر گروه های گوناگون طالبان از قبیل شبکه حقانی و گروه ملا برادر فداکاری میکنند، واقعا از پلان های پشت پرده این گروه با خبرند یا خیر؟ ببینید، افغانستان یک کشوری است که محاط است از دادت. هم از نظر جغرافیایی محاط به کشورهایی هستیم که اکستریمیست هستن از نظر مذهبی، و هم از نظر ایدئولوژیک و از نظر معلومات اجتماعی ما در یک محوطه خیلی ضیق از داده های اجتماعی و معلومات مذهبی قرار داریم. کشور ما طی سالهای جنگ محروم ماندن از علم و دانش و از فرهنگ جدید، و در محرومیت فرهنگ جدید چیزی که رشد کرده مذهب است. همونطوری که عرض کردم در سوال قبلی شما، طالبا یک گروه قومی هستند که ایدئولوژی را به یدک میکشند، و این ایدئولوژی از اینا تا 20 سال جنگ آنقدر انکشاف یافته و زمینه پذیرش از این ایدئولوژی در جامعه ما شما متاسفانه خیلی فراهم است. جامعه بسته از نظر ایدئولوژی، از نظر مسائل مذهبی، خیلی مناسب است برای گروه های مثل طالبا که از سایر اقشار مملکت سرباز بگیرن. چرا در طی چندین سال جنگ با وجود از اینکه مکاتب بسته بود، اکثر موضوعات علمی به دسترس مردم قرار نمی گرفت، در کنار از او مدارس خیلی فعال بود، مدارس مذهبی که از پاکستان و از کشورهای دیگه وارد می شد و در تمام
قرا و قصبات ما شما مدارس مذهبی را به شکل واضح میبینید و این زمینه را فراهم ساخت برای گروه طالبا که بتانه از سایر اقوام به خود سربازگیری بکنه. ولی سربازگیری از اینا در رده های خیلی متفاوت صورت میگیره. یکی قشر پایان جامعه است که بنا به فقر اقتصادی، بنا به مشکلات اجتماعی به این گروه پیوستن و یک تعداد عاملین هستند که با اختلافات داخلی دارند، اختلافات اجتماعی دارند، فراری ها هستند، دزدان هستند، قتال طریق هستند، قاتلین مردم هستند که در جامعه جایگاه ندارند. شما یکی از قماندانان جدید که طالبا به یک سمت بسیار بلند اونا رو مقرر کردن خبر دارن که قاتل بود در جوزجان و از قبیله خودشان فرار کرده بودن و رفته بود به دامان طالبا پناه برده. طالبا از این آدم ها استفاده میکنه به خاطر رسیدن به خود. یا مثلا یک کسی از پنشیر به نام خراسانی، خراسانی رو ما و شما همگی ما میشناسیم. این آدم در زمان آقای کرزن، از زمان آقای غنی راه طالبا را میگرفت، کوچی ها را اجازه نمیداد به پنشیر برن و یک زمان خود داعش اعلان کرد، یک زمان شد خود وقتی که طالبا خود را گرفتن این آدم طالب شد. این عناصر خطشون جدا است ولی طالبا به هیچ عنوان نمیتونه که از گروه نخبه جامعه ما، از کسایی که با اوضاع آشنایی دارند و با پدیده به نام طالب، با انگیزه طالبانی آشنایی دارند، سربازگیری بکنن و از اونها استخدام بکنن. بدبختانه باید بگویم که این گروه از مردمی که جذب گروه طالبان شدن از برنامه های هیچ چیز جامعه خود خبر ندارن، چه رسد به برنامه های شبکه طالبان. شبکه طالبان شما میبینید در بین از اینها چند دستگی خیلی عمیق وجود دارد. به تازگی اخبار منتشر میشه که نه تنها دو دستگی بلکه چندین دستگی در بین شبکه طالبان وجود دارد. گروه ملا برادر علایده است، گروه حقانی علایده است و به این اواخر گروه بچه ملا عمر، ملا یعقوب از خود یک تشکیلات جدیدی را به وجود آورده که قسمت نظامی طالبان را به پیش میبرند. بدبختانه در قسمت سوال شما که این مردم از برنامه های طالبان اگر خبر میداشتند به هیچ عنوان جذب گروه نمی شدن و به هیچ عنوان به خاطر رسیدن به هدفشان گروه را همکاری نمی کرد. رهبران طالبان پشتون بعد از اشغال قدرت توسط نیروهای طالبان غیر پشتون به صورت علنی اقدام به حذف آنها از بدنه این گروه دهشت افکن گردیدن. به طور مثال چند روز قبل یکی از طالبان ازبک به نام مختوم عالم را دستگیر و سربازهای ایشان را پراگنده ساختند. دلیل این پروسه تصفیه حذف را چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید تصفیه قومی چیز ساده نیست، چیز جدید نیست که در با آمدن طالبان ما شما را مشاهده بکنیم. افغانستان از دیر زمان با مشکلات ایتنیکی سر دوچار بوده و زدوبندهای قومی، زدوبندهای گروهی در بین تمام اقوام افغانستان متاسفانه وجود داشته. ما هنوز هم در کشور ملک و طوایفی زندگی میکنیم. در هر گوشه، هر قریه، هر قصبه، هر کسی که یک مقدار زور در دسترسش بود از امون استفاده میکنه. و بعد این حلقه را اگر شما بزرگتر بسازید و مقیاس اقوام بزرگ، تمام اقوام در افغانستان با همدیگه خصومت دارن و هیچ وقت ما شاهد یک صلح سراسری، یک برادری، یک قوت در کشور خود نبودیم. متاسفانه باید بگوی آدم بدون پرده باید صحبت بکنه که دامنی این مشکلات در بین اقوام بزرگ انقدر زیاد است که در طول تاریخ ما شاهد کشتارهای جمعی، قتلهای دست جمعی مثل زمان عبدالرحمن خان که تقریبا 40-50% تمام نفوس افغانستان اینا قتل عام کردن و بعد بعدتر از او جنگ های داخلی، جنگ های حزبی، اینا همگیشان ریشه در تاریخ ما شما دارن. حالا هم طالبان را اگر به اصطلاح یک انشعابی از تاریخ گذشته خود بدانیم یا متداومین امو پدیده تکمحوری و قدرت طلبی در کشور خود بدانیم، اینا هم امو سیاست سابقه را دنبال میکنن. حالا اینا مدعی هستن که به زور تفنگ یا به زور جنگ قدرت از امریکایی ها گرفتن و کسی نیست که در مقابل از اینا ایستادگی بکنه و نباید بکنه، چون حق ندارن، چون در آزادسازی به نحو زعم خود از اونا در آزادسازی افغانستان اونا نقش داشتن و سایرین نقش نداشتن. میخوان در تمام جای
اولا گروه طالبات حاکم باشن و بعد چون این گروه طالبات عرض کردم در ابتدای صحبت ها که متشکل از یک الیت قومی است و مختص از امو قوم باشه و این اکثر متاسفانه اکثر دوستای پشتون ما در این قسمت با همکار با طالب ها هم فکر هستن. اونا نمیخواین که سایر اقوام در بدنه قدرت سهم داشته باشن. از سابق هم همین رقم بود، اساسا وقتی که حکومت کرزی شکل گرفت و سایر اقوام در او قدر یافتن و صدایشان انعکاس پیدا کرد، یک نقطه عطفی در تاریخ افغانستان بود که میتونست خیلی خوب پیش بره و این نارضایتی ها را در بین قوم شریف پشتون ما به وجود آورده بود، چون میگفتند که اکثر قدرت در دست سایر اقوام است، مثلا معاونین ریاست جمهوری سایر اقوام است، وزارت دفاع سایر اقوام است، وزارت داخله، یعنی قدرت تماما در دست از اوناست، ما چیزی نداریم. حالا که تمام قدرت در دست ما افتاده و طالبان هم مبین اندیشه های ما است، پس بهتر است که اینا را تقویت بکنیم، طالبان را تقویت بکنیم تا بتوانند سایر اقوام از قدرت به دور نگه بدارند که در آینده اینا با استفاده از همین قدرت دست داشته ایشان مشکلات ایجاد نکنند برشان. تنها در قسمت مناطق ترکمشین ما متاسفانه مثلا نیست، و تازگی خبر پخش شد که والی پنجشیر امروز خواستند از سمتش برکنار کردن و بردن به قندهار و به مترتیب والی بامیان دچار مشکلات بود و سایر ولایات غیر پشتون متاسفانه مشکلات تشکیلاتی خود داره و این سلسله دوام پیدا خواهد کرد تا زمانی که مردم ما با این مشکلات وفق پیدا نکنند. چند روز قبل راپور از جانب شورای امنیت ملی به نشر رسید. این راپور تردد و تأثیر عمیق کشورهای جهان را و مقابل سفر پسر اسامه بن لادن به افغانستان و ملاقات او با سران طالبان را نشان می‌داد. به نظر شما این مسئله چقدر می‌تواند تلاش‌های سیاسی طالبان را تحت تأثیر قرار بدهد؟ در خدمت شما عرض کردم پیشتر که طالبان چند گروه متفاوت هستند. گروه ملا برادر که به نحوی از نظر سیاسی وابستگی به کشورهای امکان داره به کشورهای چون ایران و روسیه داشته باشن، گروه حقانی هست که وابستگی سیاسی نظامی و اقتصادی با پاکستان داره و در این میانه یک گروه دیگه است که با اعراب و کشورهای عربی ارتباط داره. او بچه ملا عمر است. ارتباط ملا عمر با کشورهای عربی به خصوص که اسامه بن لادن فراتر از یک ارتباط حزبی و سیاسی است. اونا یک ارتباط خانوادگی دارند. ملا عمر دختر خود به اسامه بن لادن داده بود. امکان داره که به این بچه اسامه بن لادن که آمده به افغانستان به دیدن خویشاوندان خود آمده باشه و از طریق روابط خویشاوندی بخواه که باز دوباره در افغانستان ایمان نفوذ بکنه. و از سوی دیگه ما شما می‌بینید که الظواهری رهبر القاعده در کشورهای عربی با وضعیت بد صحی سر دوچار است، گفته میشه که احتمال داره که وفات کرده باشه و به خاطر جانشینی رهبری شبکه القاعده حالا رایزنی های جریان داره که امکان داره یک شخص جدید در او سمت برگزیده شوه و او آقا امکان داره که بچه ملا عمر بچه اسامه بن لادن به خاطر اعمال نفوذ به خاطر داخل در سیاست افغانستان فرستاده باشه تا با مقامات طالبان صحبت بکنه و در آینده اگر شبه به اصطلاح قشر نظامی طالبان با مسائل اقتصادی و مسائل حزبی سیاسی برمیخوره اونا برشان کمک بکنن و این چند دستگی در داخل طالبان برای ما و شما خوشبختانه و برای خودشان بدبختانه که نه برشان مشکلات ایجاد خواهد کرد و این زمینه را فراهم میکنه که بدبینی ها در قسمت گروه طالبان از طرف سایر کشورها به خصوص جامعه جهانی انکشاف پیدا بکنه و وسعت بگیره و اینا را صد راهشان شود به خاطر شناخته شدن یک حکومت مستقل و به مانع رسیدن کمک به گروه و تماما افغانستان شود و در بسیاری ابعاد وسیع
ارتباط طالبان را با دنیا قطع خواهد کرد، چون هنوز القاعده در لیست سیاه دنیا قرار داره، سازمان ملل قرار داره، اونا هنوز شبکه تروریستی هستند و ارتباط طالبان با شبکه تروریستی مشکلات خیلی عمیقی با اونا با وجود خواهد آورد که خودشان ضرر خواستند.